با قطار بالاخره از مسکو رسیدیم سان پترزبورگ. اینی که میبینی قطار سیورسیه و قطار عادی هسته، چون سیورسیه را تخت خواب نداره که راحت استراحت کنی صندلیه، اما اونایی که دیر میان تخت خواب دارن، اما فکر کنم میتونه تندتر بره، آروم میره که مردم بخوابن، یعنی تکون نمیخوره، ایستگاه ها وامیسته، آروم حرکت میکنه، آروم وامیسته، دلیل تاخیرش هم همینه. خلاصه نفری ما 52 دلار دادیم، این تایما قیمتاش قصه تغییر بود. قطاره جدا شد رد، من فکرم واگونا رفته یا کلش اینجا مون نرنده اینجاست. این ایستگاه متروشونه، همه ایستگاه مترو ها تقریبا اینطوری، از مترو میاید بیرون میخوایی تو بازار، تو مرکز خرید، تو یه جایی، بعد میری سر خیابون. ببینید این برم خیابون، اینجا ایستگاه اتوبوس دوستان، در کنار ایستگاه اتوبوس این به قول معروف جایگاه ها درست کردن، این برای گرما نیستش کولر بذارن مردم برن اونجا خنک بشن تا اتوبوس میاد، برای سرما هستش، فقط یکی دو ماهش هوا اینطوری گرمه بعد سرد میشه، اینجا درشو میبندن مردم اینجا وامیستن تا اتوبوس میاد. یک موتوریشون با دو چرخه میره، جالب بود، دو تا مرخه دوری. رسیدیم سن پترزبورگ و اینم اولین ایستگاه مترو سن پترزبورگ هستش، واقعا همونطور که میبینید مثل بقیه جاها شیک و عالی. من به این نتیجه رسیدم زیاد دنبال دیزاین بی کیفیت نبودن. الان این سنگا رو میبینید، کف رو میبینید، دیزاین یا شیک بودن آنچنانی نداره، ساده اما با کیفیت، هزار سال این سنگ عمر میکنه. حالا تو بعضی جاها میبینن یه چیز قشنگ خوشگل میذارن، نگم بهتون آدم داره براش قش میکنه، ولی طی 5 سال یعنی کلا نابود میشه. این ایستگاه مترو چقدر جالبه، برای اینکه مردم نیفتن تو ریله کلن دیوار کردن، یعنی وقتی مترو وامیسته تک تک این دربا با درب مترو باز میشه که مردم برن داخل. حالا با هم بریم داخل چطوره. بله مترو اومد. اینایی که میبینید فکر نکنید آسانسوره، این متروه، سوار میشید میره. اول فکر کردم آسانسور، گفتم چقدر آسانسور گذاشتن، نگو که. الان بریم داخل، داخلم ببین، دستتو بلند کن ببینی داخلو. رستوران روبروی هتل توکیو سیتی واقعا رستوران خوبی بود، انگار یه رستوران چینی ژاپنی هستش، همه چی داریم، میز بغلیمون غذای چینی سفارش داده بودن. و اما اول از همه غذای معروف روس‌ها همین سوبشونه، سوب لبو هستش، حالا لبو و آب لبو اینا هست، طعم خاصی هم نداد، تقریبا طعم همون کلم و کاهو و لبو و ترک و اینا بود دیگه، زیاد متفاوت نبود بگم تعریف کنم متفاوت بود. حالا پیزا هم دیگه، پیزا که همه جا یکیه. اول دخترم بخوره، ای ای
بعد باباش بخوره. حالا بهار این اصلا خیلی متفاوت بود پاستاش، خیلی خمیر نبود، یه ذره حالت جی رو داره. و اما کم کم دارن گارسونا میرن کنار، ما با استفاده از این دستگاه سفارش دادیم بدون اینکه کاری به کسی داشته باشیم، همه اینا رو سفارش دادیم برامون آوردن. عجیبه تو خیلی از سوباشون تخمر هست، اینو میبینید؟ باور میکنید تخمره خوردم بعد فهمید؟ چرا ما بابای قهر کردی؟ گفتم آنیسا رو بده آب میوه بدم به خدا. آب میوه های مخصوص لیمونات سفارش دادیم، ولی من لیموناتم با طعم توت فرنگیه، اونم لیمونات خالی. حالا آنیسا خانم تست کنه و نظر بده. آنیسا نظر بده، خوب بود؟ بگو. خیلی خوشمزه، گازداره، یه ذره تلخه، نکنه چیزی ریختن توش. اون تلخ نبود. بعدش اومد از این بهتره. آنیسا بعدت اومد دخترم، نکنه مشمول خوردی. اینو خودش اومد. فقط این چراغ قرمزای روسیه، قدم به قدم چراغ قرمزه، چه برای ماشین تاکسی میگیریم اذیت میشیم، چه پیاده میریم. ببینید چراغ قرمزاش همش یکی دو دقیقه، سه دقیقه، چهار دقیقه باید پشت چراغ قرمز وایسیم تا بریم اون بر اونجای مرکز خرید است. همینجا هم هتلمونه، روبروی هتلمون مرکز خرید است. یه سر زدیم به پمپ بنزین، قیمت بنزین توی روسیه رو براتون بگیرم. الان شهر سان پترزبورگ هستیم، قیمت بنزین هر یک لیتر 52 روبله، یعنی تقریبا 34000 تومان به پول ایران خودمون. کنار ساحل سرویس بهداشتی سیار گذاشتن، تایمی که توریست هست یا مثل الان که هوا گرم مردم زیاد میان بیرون استفاده کنن. اینجا مثل استانبول انگار از این کامیترها هست، اومدن ماهی ببرن.
تقریبا ساعت 3:30 استش. هوا تاریک نشده انگار، دوباره هوا داره روشن میشه، آفتاب دوباره داره در میاد. جاتون خیلی خالی، شهر سن پترزبورگ اومدید، کشتی شبهای سفید رو از دست دادید، حتما شرکت کنید. اما برای اطلاعات بیشترم با شماره واتسابی که پایین گذاشتم یا آژانس ایران هماهنگ کنید، راهنماییتون کنن. ساعت 3:30 یه چرخی توی شهر بزنید. دیگه شباش اینطوریه، دیگه از این بیشتر تاریک نمیشه. پله بود که باز شد روش بودیم، حالا شانس آوردیم دوباره بسته شده، مگه نه باید اینجا همچنان منتظر بمونیم. برگردیم به سمت هتل دیگه، شب که ندیدیم، بریم یکم بخوابیم. بعد از جان دور بزنیم بریم. خیلی بزرگی، انصافا اتاقاشم تمیز بود.